چگونه شفاف و دقیق بیاندیشیم؟ تقریباً تصور همه ما این است که خوب و دقیق فکر می‌کنیم. اما در واقعیت افراد اندکی این گونه هستند. فردی که خوب فکر می‌کند پیوسته در حال رشد و تحول است. بیایید نگاهی به دور و بر خود بیاندازیم. چند نفر را می‌شناسید که در زندگی در حال پیشرفت باشند؟ چند نفر را می‌شناسید که قادرند مشکلات زندگی را یکی پس از دیگری حل کنند؟ اما در مقابل چند نفر را می‌شناسید که گویی در یک دور باطل در حال چرخیدن به دور خود هستند؟ و چند نفر را می‌شناسید که با همان مشکلات گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند؟ واقعیت این است که هرچه بهتر و دقیق‌تر بیاندیشیم، توانایی من در حل مشکلات بیشتر خواهد شد و لازمه بهتر اندیشیدن شفافیت است. یک اندیشه شفاف و دقیق دچار ابهام نیست، به اصل مطلب توجه دارد، از تشویش و پراکندگی در امان است و دارای سازماندهی منطقی است. یک اندیشه روشن و دقیق را میتوان با عبارت ساده‌ای نظیر اگر، آنگاه بیان کرد. برای مثال، هنگامی که تشنه ایم، شنیدن این جمله که اگر شیر آب را باز کنی، آنگاه می توانی آب بخوری، ما را به طرف عمل مشخصی هدایت می کند. این عمل مشخص و هدفمند به نوبه خود بازخورد مشخصی را در پی خواهد داشت. یعنی به محض باز کردن شیر متوجه می شویم که آیا فکر اولیه من که با باز کردن شیر آب خواهیم داشت درست بوده است یا خیر. در آخر نیز با رد یا اثبات فرضیه مطرح شده به فهم بهتری از جهان می رسیم و در صورت نادرست بودن آن برای اصلاح نظرمان گامی به جلو بر می داریم و این گونه در حل مسائل توانمندتر عمل می کنیم. اکنون نگاهی بیاندازیم به نمونه ای جالب، مارکوس اورلیوس. عناوینی همچون آخرین امپراتور از 5 امپراتور شایسته و خوب روم و پادشاه فیلسوف را کسب کرد، زیرا به رهبری بزرگ تبدیل شد. او رهبری بزرگ شد زیرا متفکر خوبی بود و قدرت تفکر خوب را با نگارش فلسفه شخصی خود که اینک تحت عنوان تأملات می‌شناسیم به دست آورد. مارکوس اورلیوس در کتاب تأملات افکارش را به شکلی منطقی سازماندهی کرد و در خصوص ارتباط میان اعمال خود و پیامدهای آن به تأمل عمیق پرداخت. اگر شما نیز می‌خواهید با شفاف و دقیق اندیشیدن توانایی حل مسائل را در خود افزایش دهید، عاقلانه‌تر است که از این رویه پیروی کنید. افکارتان را ساماندهی کنید. از ابهام در افکارتان بکاهید و با بیان آنها در قالب عبارتی نظیر اگر، آنگاه، صراحت و شفافیت آنها را افزایش دهید. استدلال روشن، افکاری روشن و شفاف به دنبال دارد. افکار روشن و شفاف به کنشی روشن و از روی آگاهی منجر می شود و کنش روشن و هدفمند بازخوردی مشخص در پی دارد و چنین بازخوردی به نوبه خود درک و فهم بهتر ما را از جهان رقم می زند و این فهم بهتر جهان توانایی ما را در حل مسائل پیرامونمان ارتقا می بخشد. برای نمونه بیایید یک فکر ساده اما منطقی را به گونه‌ای روشن و واضح بیان کنیم. اگر من در ارتباط با چگونگی انجام کار مشخصی ویدیویی تولید کنم و با افزودن نام یک فیلسوف به عنوان ویدیو آن را به اشتراک بگذارم، هزاران بازدید کننده خواهد داشت. این فکری روشن با منطقی روشن است. این فکر روشن و واضح به کنشی مشخص منجر می شود. من یک ویدیو می سازم و آن را منتشر می کنم. با انتشار این ویدیو بازخوردی روشن دریافت می کنم و متوجه می شوم که آیا تصور من از تعداد بازدید کنندگان درست بوده است یا خیر. با رد یا اثبات فرضیه ای که داشتم به شناخت بهتری از جهان میرسم و در نهایت با شناخت بیشتر جهان پیرامون میتوانم در یوتیوب ویدیوهای بهتر و پربیننده تری تولید کنم. همانطور که دیدی، تفکر خوب با روشن اندیشی آغاز می شود و روشن اندیشی با ساماندهی افکار به صورت گزاره منطقی و بدون ابهام به دست می آید. بیان حقیقت اساس تفکر درست است. برای تشخیص گزاره های درست از نادرست می بایست از منطقی قوی برخوردار بود و برای داشتن منطقی قوی باید اطلاعات درست و دقیق را به صورت یک پارچه و منسجم کنار هم قرار داد. نمی توانم بگویم که توانایی تشخیص واقعیت از جهل برای رسیدن به تفکر منطقی در این زمانه مملو از شک تا چه حد مهم و ضروری است.
مسلماً شک میتواند با تفکری روشن و دقیق در انجام تمامی کارها شایسته‌تر و کارآمدتر عمل کند. ترجمه و دوبله شده در مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صبا.